سلام به همه گی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی بوده باشه به چنل من امینی وایتی خوش اومدید و امروز میخوایم بهتون آموزش بدیم که چطور میتونید از پنل XUI یا بهتره بگم پنل ویتوره خودتون بکاپ بگیرید و انتقال بدید به سرور جدیدتون حالا این به چه دردی میخوره؟ یک زمانی هست که حالا شما به هر دلیلی ممکنه سروری که پنل ویتوری روی اون در حال اجرا بوده با کلی حالا کانفیگ و کاربر و اینا حالا فیلتر شده باشه یا کلا بخواید لوکیشن اون سرور رو تغییر بدید بر فرض مثال لوکیشن آلمان هستید حالا میخواید بیاید روی سروری با لوکیشن فرانسه یا هر چیز دیگه ای میتونید که از این طریق یک بکاپی بگیرید و به پنل رو بیارید روی سرور جدید بدون اینکه بخواید یکی یکی مجددا حالا کانفیگ بسازید و به خودتون دردسر بدید خب قبل از هر کاری ما نیاز به این برنامه داریم با نام وین SCP که حالا لینک دانلودش رو هم توی دیسکریپشن براتون میذارم یا اگر حالا اسمش رو هم داخل گوگل سرچ کنید میتونید از سایت سافت 98 دات آر یا سایت های مشابه اون رو دانلود کنید وقتی که دانلود کردید و برنامه رو نصب کردید با چنین صفحه مواجه میشید که روی این گزینه میزنیم و مای سایت رو انتخاب میکنیم تا چنین صفحه لاگینی برای ما بیاد خب در ابتدا ما IP هاستمون یا همون سرورمون رو اینجا وارد میکنیم یوزر نیم ما میشه روت و پسوردمون میشه همون پسوردی که قبلا برای سرورمون قرار دادیم خب من لاگین رو میزنم چرا الان وارد نمیشه چون حالا وی پی قطعه و خب این سرور من هم فیلتر هست باید وی پی رو روشن کنم خب من وی پی رو روشن میکنم و مجددا لاگین رو میزنم اینجا یس yes رو انتخاب میکنم تا وارد سرورم بشم اینجا ما دو تا قسمت داریم این قسمت سمت راست برای سرورمون هست و این قسمت سمت چپ برای کامپیوتر خودمون هست خب خود من یک بک میزنم و میایم اینجا پوشه ETC ای رو انتخاب میکنیم اون رو باز میکنم میام پایین تر دنبال پوشه X UI میگردم وقتی که اون رو پیدا کردید اون رو باز کنید اینجا یک فایلی هست که کافیه این فایل ما که همون پنل ویتوره ما هست رو بگیرید درک کنید این طرف توی سیستم یا همون کامپیوتر شخصیتون که من قبلا هم برای اون حالا یک پوشه داخل درایو دی ساختم و حالا اینجا کار ما با سروری که حالا فیلتر شده تموم میشه میایم این رو میبندیم و حالا باید بیاییم با سرور خارجمون وارد بشیم قبل از اینکه وارد سرور خارجمون بشیم باید از طریق برنامه پاتی وارد سرورمون بشیم رمز جدید حالا اگر خاص برای اون انتخاب کنیم و سرور رو یک بار آپدیت و آپگرید کنیم که من قبلا این کار رو انجام دادم و حالا باید بیام یک سری کارهای ابتدایی که برای ساخت پنل ویتوره انجام میدادیم رو مجددا انجام بدم خب من میام مجددا از اینجا شروع میکنم وارد حالا سرورم میشم یوزرنیم روت و اینجا هم پسوردی که قبلا انتخاب کردم رو میزنم و اینتر رو میزنم خب ببینید من قبلا آپدیت آپگرید رو انجام دادم پس از این مرحله شروع میکنم ادامه کار رو انجام میدم اینجا میاییم سرتیفیکیت میگیریم اینجا یک ایمیلی از ما میخواد که به دلخواه حالا یک ایمیلی وارد میکنیم اینجا آدرس دامنه از ما میخواد خب ما قبلا داخل کلود فلر دامنه رو خب ثبت کردیم دیگه این دامنه ای هست که ما قبلا داخل کلوت فلر ثبت کردیم کافیه که بیایم اینجا ادیت رو بزنیم و آدرس دامنه جدیدمون رو اینجا جایگزین کنیم ببخشید که خب من قبلا اینجا هم آدرس دامنه جدیدم رو قرار دادم و حالا کافیه که بیام توی این قسمت و آدرس دامنم رو که همون دامن قبلی بود که روی سرور فیلتر شدن بود اینجا مجددا قرار بدم اینجا ساکسس میگیریم و عملیات با موفقیت انجام میشه اما این کدی که به ما میده موقت هست و ما باید این رو اینجا سیف کنیم پس من این رو هم میزنم و اینتر بعد از انجام این مراحل میاییم پنل رو اینجا نصب میکنیم اینجا یس yes رو انتخاب میکنیم اینتر اینتر تا پنل ویتوری روی سرور جدید ما نصب بشه خب کار ما تا اینجا تموم شده حالا باید با سرور جدیدمون بیاییم وارد این برنامه بشیم تا عملیات بکاپ رو انجام بدیم خب من آدرس سرور جدید رو اینجا میزنم اینجا هم روت رو انتخاب میکنم و در قسمت پسورد هم پسوردی که ساختم رو قرار میدم و لاگین رو میزنم تا لاگین بشه اینجا یس yes رو انتخاب میکنم و حالا میام یک بک میزنم اینجا مجددا پوشه ETC رو انتخاب میکنیم میایم پایین و پوشه XUI آی رو اینجا انتخاب میکنم این فایل XUI آی یا پنل ویتوری که همین الان ایجاد کردیم رو دلیت میزنم و حالا این فایل XUI بکاپ رو میام درگ میکنم این طرف تا بکاپ رو به سرور جدید انتقال بدم بعد از این که این کار رو کردید نیازه که حتما حتما یک بار پنل ویتوریتون رو ریستارت کنید اینجا همونجور که خودش گفته برای ریستارت کردن باید از این دستور استفاده کنید که من اون رو میگیرم روش کلیک راست میکنم تا اینجا پیست بشه و اینتر رو میزنم تا پنلم یک بار ریست بشه بعد از اینکه ریست شد حالا اگر من بیام اینجا آدرس سرور رو بزنم و اینتر کنم میبینید که به راحتی وارد سرور میشه جالب اینجاست که دقیقا یوزر نیم و پسوردی که روی سرور قبلی انتخاب کرده بودید رو اینجا هم براتون اوورده و کافیه که همون یوزر نیم و پسورد قبلی رو بزنید تا وارد سرورتون بشید به همین راحتی میتونید بکاپ رو یا پنل ویتوریتون رو بکاپ بگیرید و به سرور جدیدتون منتقل کنید امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید اگر هنوز چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم که چنلمون رو سابسکرایب کنید و از بقیه ویدیوها هم دیدن کنید موفق و پیروز باشید